جمهوری اسلامی هم داره همین کارو میکنه، سعی میکنه کلیت جامعه رو از تمام آنچه که میتونه یک محوریتی و در واقع یک رشته برای تجمیع مهره های متفاوت، حالا میتونن اقوام مختلف ایرانی باشند، باورهای مذهبی متفاوت، جنسیت های متفاوت و و و کلاس های اجتماعی متفاوت و در نهایت کنار هم قرار دادن رو قطع کنه. این کاریه که بایستی جمهوری اسلامی انجام بده تا بتونه بقای خودش رو تامین کنه، چون ابدا توانایی و ظرفیت دموکراسی، مردم سالاری و پذیرش آنچه که خاص شهروند هست در این جامعه وجود نداره. بنابراین طبیعتا میاد مسائل فرهنگی که مورد اجماع و علاقه تمام شهروندان هست، برای مثال نوروز باستانی رو مورد هدف قرار میده و سعی میکنه که این رو از محتوا خالی کنه، این کارش کنه، کم یا کوچیک بشمارتش و از همه مهمتر جایگزینش کنه با ارزش‌هایی که سعی میکنه به خیال خودش در مسیر پروپاگاندا به بهای حکومتش کمک کنه. در نهایت یک چنین مفهومی یک ابزار سیاسی است، همونطور که جناب منافزاده اشاره کردن، برای اینکه بتونه بقای حکومتی که در واقع باید بر مبنای مشروعیت خاص سیاسی از تعهدات شهروندی باشه رو و این وجود نداره در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، از راه حذف عوامل مشترک مورد تفاهم یا آنچه که به قول معروف مورد اتحاد مردم هست وارد قضیه کنه. اینجا دقیقاً همون پاشنه آشیلی است که تو اصولا ما در حکومت های توتالیتر میبینیم و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در واقع از اون جلوگیری کنه برای اینکه بتونه بقای خودش رو حفظ کنه.